فصل دوازدهم. عیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت: مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید. در داخل آن حوضچه‌ای برای گرفتن آب انگور کند و یک برجی هم برای آن ساخت. بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن غلام را گرفته کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بی‌احترامی برگردانیدند. باز غلام دیگری فرستاد. او را هم کشتند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدند و بعضی را کشتند. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک او مال خودمان بشود. پس پسر را گرفتند و او را کشتند و از تاکستان بیرون انداختند. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او میآید، این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دیگران واگذار میکند. مگر در کلام خدا نخوانده اید: آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود در صدد برآمدن عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدن روی سخن او با آنها بود، اما از مردم می ترسیدن، پس او را ترک کردن و رفتن. عده‌ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیندازند. آنها نزد او آمده گفتند: ای استاد، می دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی کنی، بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا خیر؟ آیا باید مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه نقره بیاورید تا ببینم. آنها برایش آوردند. او به ایشان فرمود: نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادند: نقش و عنوان قیصر. پس عیسی فرمود: بسیار خوب. آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خدا است به خدا بدهید. و آنان از سخنان او تعجب کرد. بعد صدوقیان پیش او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد. آنها از عیسی پرسیدند: ای استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون اولاد مرد، و بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همینطور سومی، تا بالاخره هر هفت نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا؟ وقتی انسان از عالم مردگان قیام می کند، دیگر نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است. و اما درباره قیامت مردگان، مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بوته سوزان نخوانده اید که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم؟
خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است، جلو آمد و پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ عیسی جواب داد: اول این است: ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. و دوم این است: همسایت را مانند خود محبت نما. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت: ای استاد، درست است، حقیقت را فرمودی. خدا یکی است و به جز او خدایی نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است. وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است، به او فرمود: تو از پادشاهی خدا دور نیستی. بعد از آن دیگر کسی جرأت نمی کرد از عیسی سؤالی بکند. عیسی ضمن تعلیم خود در معبد بزرگ چنین گفت: ملایان یهود چطور می توانند بگویند که مسیح پسر داوود است، در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت: خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند می خواند، چطور او می تواند پسر داوود باشد؟ جمعیت کثیری با علاقه به سخنان او گوش می دادن. عیسی در ضمن تعالیم خود با آنها فرمود: از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز دیگران در بازارها دارند، برحذر باشید. آنها بهترین جاها را در کنیسه ها و صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال می کنند. مال بیوه زنان را می بلعن و محض خودنمایی نماز را طول می دهند. کیفر آنها سخت تر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشسته بود و می دید که چگونه اشخاص با آن صندوق پول می ریختن. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادن. بیوه زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا 2 ریال می شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این بیوه زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختن پول داده است، چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتن دادن، اما او با وجود تنگ دستی هر چه داشت، یعنی تمام معاش خود را داد.